شنوندگان عزیز کارگر نیوز، درود بر شما. با تشکر از توجه شما به اخبار صوتی کارگر نیوز، خبرهای امروز چهارشنبه 22 اسفند ماه کارگر نیوز رو تقدیمتون میکنیم. اعتصاب و تجمع بخش تعمیرات پالایشگاه آبادان وارد دومین روز خود شد. بیش از 200 کارگر بخش تعمیرات پالایشگاه آبادان برای دومین روز متوالی دست از کار کشیدند. این کارگران که از طریق شرکت پیمانکاری نسیم پاک در پالایشگاه مشغول به کارند، در اعتراض به عدم پرداخت حق سنوات، پاداش، عیدی و حق مرخصی توسط پیمانکار دست از کار کشیدند. تجمع کارگران شهرداری سرابله. کارگران شهرداری سرابله در استان ایلام در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای عقب افتاده خود در مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواهان پرداخت حقوقهایشان شدند. کارگران شهرداری توحید در ایلام با شعار 6 ماه حقوق نگرفته ایم دست به تجمع زدند. کارگران شهرداری توحید با حمل بنری بزرگ که بر روی آن نوشته شده بود ما 6 ماه حقوق نگرفته ایم در مقابل شهرداری ایلام تجمع کردند و خواهان پرداخت حقوقهایشان شدند. ادامه خبرها. کارگری دیگر در حین کار جان باخت. بر اساس خبرهای دریافتی، یک کارگر جوشکار که در منطقه سلاس و باوجانی در استان کرمانشاه مشغول به کار بود بر اثر برق گرفتگی جان باخت. این کارگر که حامد قادری نام دارد از اهالی سنندج است و برای کار به منطقه سلاس و باوجانی رفته بود. طی چند روز گذشته شمار دیگری از کارگران در مناطق مختلف کشور از جمله تهران بر اثر حوادث محیط کار جان خود را از دست داده اند. ایران یکی از ناامن‌ترین محیط‌های کار را دارد. تجمع اعتراضی پرستاران دانشگاه علوم پزشکی بابل. در آستانه عید نوروز و سال نو، شماری از پرستاران دانشگاه علوم پزشکی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مطالبات معوقه خود در مقابل دفتر رئیس این دانشگاه تجمع کردند و خواستار پرداخت حقوق و مزایای خود شدند. این روزها علاوه بر کارگران رشته های گوناگون تولید و خدمات، شاهد اعتراضات سایر اقشار مزدبگیر در گوشه و کنار کشور هستیم. برهم ریختن بساط یک دست فروش توسط ماموران نیروی انتظامی و شهرداری اسلام آباد غرب. ماموران نیروی انتظامی و شهرداری بساط یک دست فروش را بیرحمانه و بدور از هر گونه احساس انسانی برهم ریختند و وی را مورد حمله قرار دادند. در آستانه سال نو و خریدهای نوروزی، حمله ماموران نیروی انتظامی و شهرداری به دست فروشان گسترش بیشتری یافته است. مقاومت در مقابل این زورگویی ها و دفاع از دست فروشان وظیفه انسانی است. در پی خلف وعده کارفرما، کارگران سد چشم در پی خلف وعده کارفرما، کارگران سد چشمیر دوباره دست به اعتراض زدند. کارگران سد چشمیر هفته گذشته با خواست پرداخت حقوق‌های معوقه در مقابل فرمانداری گچساران تجمع کردند. کارفرما وعده پرداخت حقوقهای آنها را داد، اما مطابق معمول به آن عمل نکرد. کارگران روز گذشته و برای دومین بار در مقابل فرمانداری گردساران تجمع کردند و خواهان پرداخت حقوقهای معوقی خود شدند.
به خبری درباره چهارشنبه سوری در کردستان توجه فرمایید. چرت و پرت فرمانده انتظامی کردستان پشیزی ارزش ندارد. چهارشنبه سوری را جشن میگیریم. پاسدار علی آزادی فرمانده انتظامی کردستان روز چهارشنبه 22 اسفند ماه در گفتگوی رسانه‌ای پیرامون مراسم چهارشنبه سوری در کردستان مزخرفاتی را بر زبان آورد و مردم کردستان را تهدید به برخورد کرد. در پاسخ به این گندگویی‌های علی آزادی باید بگوییم که مراسم‌های چهارشنبه سوری و نوروز از سنت‌های دیرپای مردم کردستان است و هیچ کسی و به هر بهانه‌ای نمیتواند مانع شور و شوق و شادی مردم کردستان و برگزاری این مراسم ها شود. مردم کردستان در خفقانی ترین سالهای حاکمیت این رژیم ضد آزادی و فرهنگ و سنت‌های پیشرو در کردستان مراسم‌های چهارشنبه سوری و نوروز را برگزار کرده اند و بدون شک امسال هم چنین خواهند کرد. علی آزادی کوچکتر از آن است که بتواند مانع برگزاری مراسم‌های چهارشنبه سوری و نوروز در کردستان شود. شنوندگان عزیز، مهمترین خبرهای امروز کارگر نیوز را به سمعتان رساندیم. تا فردا، بدرود.